تنکل ترک جدیدی از سارم ام جی با همکاری رومیکان. آقا ما فکر میکنیم این داستان میگه آقا کنکل دیگه داستان متوجهی، حالا اینکه کنکل رفیقاش و رپرا کنکل خوب گردیس بشن یا اینکه بیبا کنکل، یا اینکه بیبا کنکلن. چرا میگیم بیبا؟ چون روی کاور 20 تا میسکال از این نفر به اسم بیبی افتاده. آره. ها متوجهی؟ پروسه کار با حسن وا بوده که به نظر من وایب کارو مشخص میکنه. بریم ببینیم که چیکار کرد سر بمجه فقط شوت نره. لایک سابسکرایب زنگ رو حتما بزنید هشتگ gangchanger.com تا پاره کنید. بریم که ویدیو رو با هم شروع کنیم. بچه دقیقی چی نه یه چی نگیه از من تلفن جواب داستان شد همه دنبال افترن منو گرفته سک بدن بیستا میز داده آش خانوم کنکله باش شب برم من دوستی میزنم اینا هلو میشینیم دور میز تا خود طولو بیان بام حتی تو شبایی که ملو فرداش میرن همه صد زیر سرم والا حتی شبای ملو سرم میشه انقدر مثلا موادش زیاده که مردم میرن زیر سرم و اووردوز و این حرفا. پس پارتی کنکله آقا، پارتی کنکله پشمان آره. این حالت بود که هاش خانوم زنگ زدشون تو پارتی بود باید مثلا یه حرکتی میزدن آقا 20 بارم فکر کن طرف موزیک زیاده گوشی تو جیبه تا نمیفهمی سایلنته خب اصلا شاهدم بعد 20 تا میسکال افتاده بعد یه هم مثلا دیگه حالا میخوایی چجوری اینو جمعش بکنی اصلا راه نداره اصلا این جمع کردن نداره این از تجربه میگم دوستی و هلو پشو تبایی که ملوم فرداش میرن همه صد زیر سرم یالا یکی دیگه بریز یالا یکی دیگه ببیش یالا یکی دیگه بچین یالا میخواه بریم یالا جرکید کل سالون بطریو بده بره وقتی داریم گالون دیو عبدی انگاه نشستم تو بالون دیگه نمیشناست ولی داره فالون دیگه بیاره یه لحظه صبر کن من فکر می‌کنم این آهنگو به خاطر عید داده خب چون نزدیک عید داده این آهنگو دیده یه روز پیش هنوز به صورت فکر می‌کنم از ایناست که یه هوی اومده چون تو ریلیز کانالش اومده خب ولی آخه قبلن حرفش زده بودن که قراره یه کار بده نه منظورم که الان نه بعد میومده یه زمان دیگه بعد میومده چون هنوز کامل نیومده بیرون ولی چیزی که هست ویو ابدی آهنگ ابدی چیزای یوتیوب باشه سرانم چه خیلی آهنگ خفنی بود ترکیده کل سالون بطریو بده بره وقتی داریم گالون دیو عبدی انگاه نشستم تو بالون دیگه نمیشناست ولی داره فالون دیگه بیا ببین سری توی پاتو بگی زیر دماغم دوتا صدا قاشق بشینی شما بزنی این قاطو هیت میشه کارم بزنم یه آروم کجا میخوای بری بری تازه سری شب رفی احساب با خودم میبرم ات منزه من گفتم این آهنگ مال دل عیده مثلا با یه نفر خونده که مثلا نه من حالا من نمیدونم واقعا ولی احساس میکنم که از ایناست که خیلی خوششون میاد مثلا تو پارتی میشه پلی کردم این حرفا یه حالا یه کنکل دیگه داشتین اسنپ بود اسنپ هم کنکل کن خودم میرسونم تاجی اصلا این دیگه بهتر از این چی میشه یه ویو پوینت دیگه است یه بحثی که هست اون چیه که دو دقیقه شو زیر دماغ میگیرن این چه مثلا دراگ میگیرن شیشه رو آب میکنن نه دیگه اون دماغ نمیذارن تو سرنگ و فلان منظور دو قاطیسه قاشق پودر دیگه بزنه به دماغ نمیدونم آره خب خلاصه شما هم باقالی قاطق بزنید ما کارامون با یه آروغ هیت میشه تاجی کجا میخوای بری بری تازه سری شب رفی احساب با بکن کن که خودم میبرم ات منزه کجا میخوای بری بری تازه سری شب رفی احساب با بکن کن که خودم میبرم ات منزه این چیزه قشنگ داره. نکنه صدای بچه خود چیز باشه سوراب ام جی باشه. بعید میدونم ولی شبیه یعنی ممکنه باشه صدای بچه بود. والو. این آقای روحنیکانم فکر میکنم زیر 20 باشه سنش و یعنی همچین صدای فول بالای 20. متوجه شدی میگم؟ فکر نمیکنم. تو فکر نمیکنی من فکر میکنم یعنی باید اینجوری باشه. حالا. بابیا. بیت عجیبیه. کجا میخوای بری بیبی تازه سر شب عید نیم اسنپ و بکن کن که خودم میکنه به دنده این آهنگه مثلا خیلی مخصوص رقص و دنس و پارتی حالا مهمونی های حالا
عید و 13 به در و همه آره. اینجور کارو میشه با این ردیف کرد میدونی واسه همینا هم آره. همین زمان دادتش و باحال هم هست واسه من جذابه خودم میکنم به دنده اجزا دارم تو مارماریس بعدش باس برم ساعت 4 پاریس قرار دارم با یه آرتامیس هتل میگه دیر شده دیگه باروانیس سر و کار کردم با یه آرتامیس آرتامیروس داره میگه دیگه یعنی آرتا هم آرتا خودمو داره میگه که آقا دیگه بعضی خوبه یه کنسرت جدیدم گذاشته بود 1200 نفر رو آورده بود و خیلی هم کارش میگیره و این حرفا برخلاف چیزی که مردم خیلی دارن پوش میکنن روی رسانه که میگن آقا اینجای دیگه فن نداره و نمیدونم فلان خب حالا یه سری ها مسلما دوست ندارن اصلا به اینجای به خاطر طرز فکر و عقایدش و این حرفا ولی معلومه که هنوز خیلی خوششون میاد و گوش میکنن آهنگا و کنسرت رو میرن و این حرفا دیگه من فکر کنم این یه سرگرمیه این چیزایی که رو سوشال میدیا گفته میشه هرچند تاثیرات مثبت و منفی خودشونو میذارن مثلا وقتی یه نفر میان یه رپریو معلوم نیست کجا بلند شده اومده بعد خیلی پوش میکنن میگن آقا این بهترین رپر تاریخ رپ فارسی و فلان و این حرفا یا به طور میگم حتی دوتا رپر اینجوری پوش میکنن حتی بیشتر هم میتونیم مثال بزنیم ولی به این دوتا بچسبیم میدونی خب این تاثیر میذاره پشت سر هم بگی خب تاثیر میذاره من یه تحقیقاتی شده بود توی دانشگاه اگه درست باشه هاروارد ولی یادم نمیاد دقیقاً که یه خبر دروغی که همه میدونستن دروغه رو تو روزنامه ها اینا یه روزنامه مثلا همین مجله در واقع روزنامه دانشگاه پخش میکردن و اوایلش من میخندیدم مثلا چطوری نمیشه میدونیم چطوری نمیشه ولی انقدر اینو همینجوری تو هفته نامه است حالا هر چیزی که بود اونجا هی پشت سر هم پخش کردن که دیگه بعد این مدت مثلا حالا نکنه واقعی باشه اصلا این داستان حالا این وضعیت الان رپ فارسی است رپرها رو همینجوری از جای در میارن هی میگن این خوبه این فوق العاده است اصلا دیگه مردم ازشون برمیاد میگن که شاید اصلا این فوق العاده است شاید ما نمیفهمیم که این فوق العاده نیستش پس ما باید بفهمیم که این فوق العاده است داستان هم ویو فیک اینا اولش از اینجا شروع میشه تو میگی آقا ویوش انقدر زیاد عدن خوبه که این همه مردم دارن گوش میکنن اصلا یه با این یه داستانه آره این یه روشه بعد نگیم ویو فیک اول کیو ورد تو رپ فارسی اوکی بگذاریم سر و کج میکنم به سمت ایفل دکوه با رولمم سیست خود فیدل مهم نیست سمتم چی میده کیول آنتن نمیده خارزی تل لازم نیواستم صفحه آن تو کد دم در میگیرم ازم و من تو کد میزنم میرم سری شام تو پل میدم یکی دیگه کنه برام بلانت و رول میشینیم تو ماشین یه هیت فرنش پلیه روی دماغم ندسته تا این شیه دستم هنسی اونم هاف فاتل میریم با هم افتر من و مادمازل قشنگ بود قشنگ بود مادمازلم چون که تو فرانسه هم دیگه بعد آقا یه چیزی به نظرم این تاثیرات مثلا نکن دیدی حرفایی که میزد خب مدل حرفای همین نسل چاریا بودش خب من فهم میکنم دو حالت داره یا اینکه واقعا نسل شنونده رپ فارسی داره تغییر میکنه و همه جوون شدن و مثلا از این چیزا میپسندن یا اینکه دیگه انقدر همه خوندن دیگه رو ذهن مثلا رپرای قدیمی هم تاثیر گذاشته و اونا هم مثلا همین مدل میخونن آره این مدلی میخونن چون من فهم میکنم با اینکه موضوع کاملا اوکیه که همچین چیزی باشه چون آهنگ غیری و در واقع دنس و این حرفا غیری که نه دنس و این حرفاست ولی احساس میکنم سورا بمجی مثلا قبلا یه جور دیگه میخوندش تا جد میگم حالا بگذاریم در منو مادمازل کجا میخوای بری تازه سری شب رفتی حسابو بکن کنگ شه خودم میبرم از منزه کجا میخوای بری تازه سری شب رفتی حسابو بکن کنگ شه خودم میبرم از منزه اوکی کنگ شه حالا من این مقدار من اسمش داشتم آره اسمش که دیدم فکر کردم اصلا حالت آقا دیستوری مثلا گنگ توری و این داستانا ولی خب اینم باحال بود کلا کانسپتش به اون چیزی فهم کردم فهم می‌کردم واسه اون هدفی هم که داشته میتونه راحت انجام بده آره. و مردمو جذب خوش کنه کسایی که جذب این موزیک یعنی اینجور موزیک رو میپسندن و داره تو ژانر خودش خوب بود نظر شما چیه ویدیوش یه مقدار من ها ویدیوشم این خیلی باحال آره دیگه این مدل حسن بابا همیشه خفنه ولی اون پسرام مثلا جذاب شدم کی بود که اینجوری گفتش شاید هم همینجوری یه چیزی باشه آقا یکی از فامیلاشون اومدن آقا اینجا باشه میکروفون یا بگو دیگه خب شاید هم یه چیز جذاب تری باشه به هر حال نظر شما چیه کامنت بنویسید اگه ویدیو دوست داشتین لایک سابسکرایب زنگولیاتون نره منتظر ویدیوهای بعدی باشین و اینکه حواشی خیلی باحال داریم امشب حتما دنبال اونم باشین اگه چند هفته بعدم داریم ویدیو ببینین پس ویدیو بعد از اینو چک بکنید چون که ویدیو جالبیه مرسی اونجا اومدین تا ویدیو بعدی فعلا.